اجازه بدید من راجع به بعد از انقلاب یک نظری دارم که دوست دارم با تون در میان بذارم راست شو بخواهم و فکر میکنم بذارید اینطوری بگم من فکر میکنم ما چه بخوایم چه نخوایم دوستان ایرونی ها چه از رژیم حمایت کنن یا نکنن یا میانه باشن یا نباشن یا از انقلاب 57 خوششون بیاد یا نفرت داشته باشن بحث راجب زنان یه بحث اساسی یعنی منظورم هم نیست که یه بحث اساسی اصلا مرکز بحث یعنی و حالا الان توضیح میدم منظورم چیه و در نتیجه اتفاقا من فکر میکنم یک منقدین یا مخالفان حکومت یه مقدار به جای تحلیل کاری میکنن که اتفاقا نمیخوام بگم اشتباهه ولی گریز از تحلیل از یه مسئله پیچیده است با اون اینه که مثلا حکومت به زنان تبعیض کرده ستم کرده و از اون حرف خب اینو شما راجع به خیلی رژیم‌های دیگه میتونید بگید وقت به نظر هیچ فرقی نداره من همیشه بعضی وقتا دانشجوهای من یه همچین بحثایی رو میکنن مثلا موضوع بحث رو نخوندن یا حوصله‌ای نداشتن یه چیزی به جای اینکه تحلیل کنن آخر قضیه رو میگن من هم همیشه میگم که ببینید اگه یه انتشاراتی یا یک مؤسسه تحقیقاتی به یک کسی بگه برو شما یک شرح حال زندگی و کارهای ادبی یه متفکر بیتهوون مثلا یه موسیقیدان رو بنویس اگه ایشون بره بگه که بیتهوون در این سال متولد شد در این سال مرد هیچ غلطی نیست حرف غلطی نیست ولی هیچ اینقدر کمک به بشریت هم نمیکنه که راجع به این آدم چیزی یاد بگیر تمام زندگی این بین این دوتاست اگه نه خوب از این نظر بیتهوون با یه آدم قاتل یا یه آدم جانی یا یه آدمی که با هر کسی دیگه فرقی نداره ببینید همونطوری که من گفتم در رابطه با بحث من راجع به تاریخ سیاسی ایران ما از کودتای 28 مرداد 1332 مسلماً در سالهای 40 و 50 به گونه خیلی خیلی جدی و اساسی از پروژه مشروط خواهی جدا شدیم لااقل در فکر فکر میگم خواب و خیال منظورم نیست یعنی چشم اندازی که چه حکومت چه مخالفان حکومت در کلیتی استثناء هم وجود داشت داشتن یک پروژه بود که پروژه هویت طلبی و بومیگرایی و حالا هر کسی به نفع خودش به شکلی اسلامی گرایی بود ولی زیربنای جامعه یک زیربنایی بود که زیربنای ریختن منابع زیادی واسه مدرنیزه کردن جامعه و چون که تحول خاصی در این زمینه نشده بود این همون ادامه به یک شکلی کارهایی بود که رضا شاه شروع کرد من خیلی فکر نمی کنم از نظر چشم انداز که واسه جامعه ایران اون نسل داشت یا یکی دو نسل داشت یا از نظر سیاسی یا از نظر حتی عمومی واقعه یا تحول خیلی عظیمی اتفاق افتاد ولی از نظر زیربنایی همچین چیزی شد یعنی دیگه ما الان این زمانیه که میلیون ها نفر اولا شهرنشینی خیلی رشد کرد و مثلا زنهای تحصیل کرده دیگه از نظر رقم خیلی خیلی بالا رفته بودن من شخصا خیلی متقاعد نشدم که این 3-4 تا مثلا زن وزیری چیزی شده بودن اینا این تحول بزرگی نیست بس اگر دوره رضا شاه رو به محمد رضا شاه بیاری در عرصه هایی که بوروکراسی خیلی کنترل نداشت مثل هنر مثلا شعر ادبیات و اینها تا یه اندازه میشه گفت تحولاتی انجام شده ولی این دوره 40 و 50 دوره بود که جنگ جدال واسه
بردن همین زنان مدرن طبقه متوسط شهرنشین به طرف این پروژه که من میگم ضد مشروطه یا غیر مشروطه، بومی خواهی، دینی بود. مثلا کسانی مثل آقای شریعتی، دیگر متفکرین مذهبی، چه در محیط های محلی چه در محیط ملی، میلیون ها نفر هم از همین زنان تحصیل کرده شهرنشین رو به طرف خودشون کشونده بودن. و یک نوع نقدی هم از اینکه اون چیزی که در زمینه ایران ما میتونیم بهشون بگیم که نگاه مدرنیستی ایرانی به زنان بود که تحت عنوان نقد نگاه سرمایه‌داری به زنها محیط فکری رو یه مقداری گرفته. حالا ببخشید من توی پرانتز یه چیزی رو بگم که چون که من بحثی که میخوام بکنم اینه که یه پروسه بود که همطوری ادامه پیدا کرد. من زمان انقلاب، یکی دو سال قبل از انقلاب ایران بودم، چون که من زمان دانشجویی هم به اصطلاح الان بهش میگن کنشگر سیاسی، ما اون زمان کلمات رو نمیدونستیم، بودم. خب در انقلاب هم شرکت داشتم و من یه سری دوستای چپ داشتم، مثلا مارکسیست و این چیزا، یه سری دوستای مذهبی هم داشتم. و خیلی هم جالبه توی انقلاب هم، منظورم تو خیابون که همه با هم بودن، ولی آخوندا و مذهبی ها چیز داشتن، کلمه داشتن، رهبری داشتن، اونا تعیین میکردن. ولی مثلا شما اگه میرفتید نمایشگاه های نقاشی بود، سخنرانی دانشگاهی بود، چپی ها اونجا نفوذ داشتن. ما با این دوستای به خصوص یه دوست خاص مذهبی داشتیم، میرفتیم شبا جایی که آقایون مثلا مثل فلسفی و غیره و اینا صحبت میکردن. تقریبا بدون استثناء صحبت اینا از نظر من راجب زن و خانواده بود و خیلی هم مثلا عصبانی کرده بود، چون که خب ما وقتی نمیتونستیم که انقلاب کجا داره میره که اینا چی دارن میگن. تحول و تغییر شیوه زندگی در واقع تغییر تصوری که از شهروند ایرانی، حالا شهروند کلمه که من به کار میبرم، از ایرانی ها، زن و مرد و بچه، به اون گونه ای که از نظر حکومت دوران پهلوی ساخته شده بود، که البته بحث من اینه که این یه چیزی که از زمان مشروطه ساخته بود، یه ذره تنشن هم توش بود، تحول این بود به مردان و زنان مسلمان انقلابی، نه فقط هم مسلمان، چون زنان ایران عمدتا مسلمان بودن. و واسه این که این قضیه بخواد موفق بشه، در یه پروسه پیچیده‌ای حضور زنان به یه شکلی به عنوان زن مستقلی که میخواد بیاد و حضور در جامعه داشته باشه علارغم دولت، کم 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 رنگ شد در حوزه عمومی. من حتی میخوام مثلا الان یه دو تا آمار میتونیم بگیم که خیلی سیاسی هم نیست که دیگه چیز نکنه. من برخی آمار رو که شنیده بودم این هستش که نه 60%، ولی نزدیک به 60% فارغ التحصیل دانشگاه های ایران زن هستن. حالا یه ذره کمتر از 60%، یه همش راجع به بعد انقلاب الان، ولی زنهایی که در سطح مدیر کل و به بالا هستن در ایران بعد از انقلاب 2%. حالا برخی این آمار رو گرفتن یا میگیرن و میگن برابری این تبعیض وجود داره. نه که حرف غلطه، چون اختلاف اینقدر زیاده دیگه نمیتونید بگید که به فرهنگ یواش یواش یه چیزی میشه. یعنی حالا اگه اینطوری بود که مثلا 40% مردها فارغ التحصیل میشن، 60% از زنها، ولی مثلا در سطح مثلا از مدیر کل به بالا برعکس بود، 60% مرد قدرت داشتن، 40% میگفتید که زمان میبره، ولی وقتی 2%، یعنی اصلا یک چیز ساختاریه. آماره شبیه این میشه، چون گفته میشه که بدونید چی. حالا من ضمناً هم نمیخوام بگم که این شامل همه زنان ایران، یه بخشی که میلیون ها نفر زن هستن، البته این عمدتاً بخشی
طبقه متوسط شهری ایران که اینها به عنوان یک شهروند، به عنوان یک زن که حالا به شکلی میتونیم بگیم علی‌رغم سبک زندگی که حکومت میخواد زندگی کنه، هم خودش متوجه شد، هم هر جا هم وقتم متوجه نمیشه، حکومت بهش میگه که تو نیستی. به همین خاطر که این مسئله مهسا امینی، باز اینم یکی از هی میگن راجبه حجاب هست یا نیست، بستگی داره. اگه شما حجاب رو فقط یه روسری بکنید نه، ولی اتفاقا من فکر کنم اونهایی که از درون رژیم میگن حجاب برداشته بشه رژیم میره، اگه بدونن چی میگن درست میگن. یک میلیون ها نفر ایرانی یک انقلاب آرام دوباره رو شروع کرد. حالا من یک کتابی نوشتم به اسم انقلاب آرام که 20 سال آخر حکومتش پهلوی رو تحلیل میکنه. من فکر کنم یه انقلاب آرام دیگه هم اگه نگیم زودتر از بعد از جنگ شروع به وجود اومد. و اون چیه؟ اونم اینه که واسه این میلیون نفر آدم که به یه شکلی دسترسی دیگه نداشتن به این حوزه عمومی، وقتی هم میگم دسترسی نداشتن منظورم نیست که زنان نمیتونستن برن تو خیابون، منظورم اینه که سبک زندگی یک سری خانواده ها که فقط زنها هم نبودن دیگه، زن و بچه و مثلا اگه زن شوهر داره یا دختر پسر عتی هست، اینها در عرصه عمومی نمیتونستن شیوه زندگیشون رو ادامه بدن، ولی میخواستن مقاومت کنن. در نتیجه یک تغییر تحولی انجام شد که این خانواده ها خونه و خانواده شد مرکز زندگی اجتماعیشون. این هم خیلی جالبه، البته خیلی وقت میبره، ولی من خیلی وقتتون نمیگیرم، ولی باید یه ذره برم تو جزئیاتش که چطوری میشه. درسته؟ مرکز که خانواده میشه، و چون خانواده است و چون تبعیضات و محدودیتی ها بیشتر با زنها هستن، زنها عملا رهبری این قضیه رو به عهده میگیرن. چه کار میشه؟ اینه که ولی همه چیزا نمیتونه تو خونه انجام شه. شما اگه دقت کنید، حالا چیزای تاریخی یه سال خاص نداره، ولی هر کسی با تجربه ای که داره میتونه ببینه که یک شبکه های نسبتا وسیعی در ایران به وجود میاد. از کلاس های موسیقی شما بگید، من وقتی که اینا رو وقتی که ایران میرفتم مقایسه میکردم با زمان شاه که همین آزاد بود دیگه، و به هیچ وجه در این سطح اصلا همچین چیزایی وجود نداره. یعنی میخوام بگم این محدودیت اونو به وجود آورده، کلاس موسیقی، کلاس های زبان، کلاس های رقص از یه طرف، از یک طرف مثلا کاست، ماهواره، حالا مثلا اینستاگرام فلان از این حرفا. البته میخوام بهتون بگم مثلا یه چیزایی هم که ممکنه ما دست کم بگیریم، مهاجرت 8 میلیون، ما همچین چیزایی هم داریم، ولی چیزی که مهمه اینه که اتفاقا چند تا از همکاران ما که جامعه شناس خارج از کشور هستن در این زمینه هستن، کارهای خیلی آماری هم کردن. در این مهاجرت هم اغلب خانوم ها مرکز و رهبری و خانواده رو دارن. اینا همه خیلی جالبه که ما بدونیم. زن ها و البته حکومت هم با من نمیدونم کلمش چیه، میتونیم بگیم که موفق شد مثلا برخی حوزه رو مثل آموزش عالی رو خیلی دموکراتیک بکنه، به یه شکلی که تقریبا من یادم هم از سال اولی که رفتم دانشکده حقوق، الان یادم نیست، فکر کنم یا دانشگاه تهران تنها دانشگاهی بود، حالا یادم نیست دانشگاه حقوق دانشگاه ملی قبل از این باز شده بود یا همون سالها، ولی دیگه حتی اکثر دوتا بود. الان من یک آقای جوانی اومده بود اینجا حقوق خونده بود و میخواستم بگم، ایشون گفت اصلا تعداد رو نمیشه گفت. مثلا ایشون به من گفت ساوه یا یه جایی نزدیک ساوه دانشگاه حقوق داره. میدونید چی میگم؟ یعنی یک زیربنایی هم ساخته شد. مثلا مطبوعات در خیلی از عرصه‌های هنری، موسیقی، غیره که البته اینا به دولت ارتباطی نداره، و شما هم دقت کنید وقتی که زنها
یا نمیتونن کار بگیرن یا باید کارهای پایین بگیرن، یا تو کارهای پایین هم انقدر راجع به حجاب و سلامتی محیط کار مشکل هست. شما به یه سری زنهایی هم سر کار دارید که باسوادن، میخوان تو جامعه سهم داشته باشن، یک فضای دیگه به وجود اومد به یه شکلی مستقل از دولت. ولی ما بخوام بگم که خب پس چند سال قبل از من، مثلا 5-6 سال، من 1350 وارد دانشگاه حقوق شدم وجود داشت. البته من حقوق گفتم ولی منظورم علوم سیاسی بود، ولی اینا هیچ مهم نیست. ببین ولی شما دقت کنید که مثلا عروسی ها در یک فضایی بود که مخفیانه عملا واسه این قشر بود، و شما اونجا که میرفتید یک سب واسه این قشر، منظورمه که البته وقتی میگن این قشر چیز کوچیکی هم نیست، میلیون ها نفر هستن، و این قشر هم عملا ما امروز که رسیدیم بعید نیست در خیلی خیلی از شهرها قشر اکثریت شهرنشین جامعه باشن. کسانی که ایران هستن میدونن این چیزا خیلی زیاده. اینه که یک انقلاب آرامی شروع شد که در این انقلاب آرام اولا از نظر ساختاری زنان مرکز شد. چون ببینید وقتی که حفظ نهاد خانواده، و نه تنها حفظش بلکه وجود نهاد خانواده به عنوان مهمترین فضایی یا نهادی که شیوه زندگی کل خانواده رو ادامه میتونی بدی. من نمیخوام بگم مثلا زنها تو خانواده بهترن، مردان نیستن، یه سری از، ولی تجربه ای که نگاه میکنی، ما که ایرانی هستم و ایران رو میشناسیم، میدونیم این جاییه که دشواری زیادی نداره که زنها در رهبری و مرکز این باشن، و مردم حتما نقش داشتن. ولی حالا ما داریم راجع به تاریخ زنان صحبت میکنیم. زنان عمدتا این نقش وضع کردن خانواده به این فضاهای دیگه هم اینها به عهده داشتن. نتیجه ما امروز که صحبت میکنیم، ما با یک معمای روبرو هستیم، و اونم اینه که شما با هر معیار بی‌طرفانه، اگر زیر بناهایی که کمک باید بکنه زنان نقش مهمتری تو جامعه داشته باشن، حالا من یه مثال میذارم چون که این یه کار تحقیقاتی مهمی هست تو دنیا، امرتیا سن که برنده جایزه نوبل، استاد اقتصاد و فلسفه تو هاروارده، هندی الاصله، ایشون یه کتابی نوشته که خیلی سر صدا کرد وقتی این کتاب بیرون اومد. اسمش هست توسعه به عنوان آزادی، به فارسی هم ترجمه شده. این کتاب به یه شکلی نقدی هست به تفکر خیلی لیبرالیستی قانونگرایی به مثلا آزادی زنان. البته مسائل دیگه هم تو این کتاب مطرحه، ولی بحثمون ایشون میگه این فقط کافی نیست که ما بگیم که قانون ما تبعیض نمیکنه بین زن و مرد، در نتیجه دیگه برید آزادید. ایشون این بحث رو مطرح میکنه که واسه این که اصلا کسی بتونه از اون آزادی قانونی که وجود داره استفاده کنه، ازش برخوردار بشه، یه زمینه وجود داره که ایشون تو انگلیسی بهش میگه capabilities، ولی با زبون فارسی خوب خودمون که بخوایم صحبت کنیم اینه که آقا بایستی امکان آموزش و پرورش، امکان کار در جامعه که تا یه حدی استقلال اقتصادی داشته باشه آدم، و در واقع زیربنایی مثل این هم وجود داشته باشه. اگه یه کسی از گشنگی داره میمیره یا باید انقدر بره مثلا خونه مردم رو تمیز کنه دو شیفت، این آزادی معنی و مفهومی نداره. من فکر میکنم میلیون ها زنان ایران، الان اینو داشتم میگفتم چون فکر کردم اخیرا یک کنفرانس راجع به زنان در ایران بعد از انقلاب بود که اگه اشتباه نکنم خانم موسوی صحبت خیلی خیلی جالبی کرد. من بدون اینکه، چون که رشته تحقیقی من نیست، اینکه ایشون دقیقا درست میگفتن یا میگفتن رو نمیدونم، ولی حرفشون به نظر من حتی انقلابی بود. انقلابی از نظر اینکه چقدر ایده جدیدی بود. این خانم موسوی میگفتن که این جنبش زن زندگی آزادی برخلاف تصوری که هم حکومت داره که فکر میکنه اینا زنهای فمینیست غربگرای مثلا، حالا یا گول خورده یا گول نخورده
خارج هستن، نه که البته اینها خواهان آزادی زنان یا این جنبش نیستن، ایشون خیلی دقیق با آمار، با ارقام، با کارهای خودشون کرده بودن، میگفتن که این زنهای مسلمونه که به انقلاب هم عقیده داشتن. حالا عقیده منظورم نیست که آدم های ایدولوژیکی بودن، کسانی بودن که میخواستن اوضاع کشور بهتر بشه، اوضاع زنان هم 100% میخواستن بهتر شه، جامعه هم خوب بشه از این نظر، ولی ایدولوژیک نبودن که بگی فمینیستن یا مثلا حزب اللهی هستن، اینطوری هم نبودن، ولی ایشون میگفتن این قشر اصلی زنان ایران بودن. میگفتش که ایران بعد از انقلاب، یعنی حکومت یا حالا هرچی، تقریبا در مقابل تمام خواسته اینها شکست خورده یا فیل کرده، میگن در انگلیسی میشه، فارسیش مثلا میشه نتونسته چیزی بده. و میگفت الان مشکل اساسی که تو ایران وجود داره اتفاقا اون قشره، چون که مثلا خانمایی که فمینیست بودن، اینا در اثر اینکه اقتصاد یه چیزیشون شده، یا در اثر اینکه اعتیاد خیلی زیاد شده، یا در اثر اینکه آموزش پرورش وضعش اینطوری شده، نیست که اینطوری شده، اینا قبل از اینم مخالف بودن، یه شیوه زندگی دیگه ای هم میخواستن. این کسانی که هیچ کدوم اینا رو نمیخواستن الان به این نتیجه رسیدن. خب ما این رو داریم، اگر این به حرف خصوص درست باشه، ما الان یک جامعه ای رو داریم که من میتونم بگم که ما یک آتش فشانه. آتش فشان هم به این معناست که یک زیربنای قوی پرحرارتی داره، آماده است. ولی همینطور که میدونید این انفجاران هر روز انجام نمیشه. واسه اینکه خاتمه بدم به این بحث، این هستش که ما با یک نوع میشه گفت دیلما رو برو هستیم. و اون اینه که جامعه زنان ایران به طور کلی، من میتونم بر اساسی آمارهایی که تو این کنفرانس شنیدم بگم شاید 70-80% زنان ایران میشن. اینها هم امکانات مشروطیت رو دارن، هم امکانات زمان رضا شاه رو دارن، یعنی در هر دو مورد هم خیلی خیلی بیشتر. یعنی این امکانات هم زمان مشروطیت وجود داشت ولی خیلی محدود بود، فقط زنان نخبگان و اشراف بودن. زمان رضا شاه هم، حالا اینکه ما میگیم مدرنایزیشن و اینا، مدلش درسته ولی در ابعاد کوچیک بود. ما به مراتب در ابعاد بزرگتری از مثلا زمان محمد رضا شاه هم اینها رو داریم، با این مشکل که وقتی من میگم که حکومت کار اصلیش تغییر انقلابی یا رادیکال شیوه زندگیه، با زبان جامعه شناسی این میشه که ما تو زبان جامعه شناسی میگیم آقا جان یک حوزه عمومی وجود داره و یه حوزه خصوصی. حالا اختلاف نظرم هست سر اینها، ولی با هر تعریفی که شما داری، شما سر کار که میرید، تو خیابون که میرید، خدمت شما عرض کنم نهادهایی که توی حوزه عمومی وجود داره، مثلا محیط کار، محیط های هنری، فرهنگی و غیره، این حوزه عمومی. شما اتفاقا ایرانی ها هم در این زمینه خیلی خوب هستن دیگه، شما مسائل مشترک رو در اونجا صحبت میکنید، کسی هم به شما نمیگه باید کلا سرت بذاری یا کلا سرت نذاری، کاری نداری. ولی تو خونه، خونم به معنای حوزه خصوصی میگم، ولی شما مثلا اگه من همکارتونم رابطمون خوبه ولی از اخلاقی من خوشتون نمیاد، هیچ وقت خونم شما منو خونه دعوت نمیکنی، درسته؟ این یه جور کمپرمایز زندگی. حکومت میگه نه، مدل حوزه خصوصی که البته تازه اونا دارن، ولی کلا حوزه خصوصی باید حوزه عمومی پیاده شه. میدونید چی میگم؟ یعنی وقتی که شما میگید که شیوه زندگی اسلامی انقلابی، این شیوه فقط تو خانواده میتونه پیاده بشه توسط کسانی که قبول دارن، یعنی نه که نمیتونه جای دیگه پیاده شه. اگر بگیم به شکلی که تنشن تو جامعه ایجاد نکنه، ما بخوایم این کار کنیم. ببینید مثلا در امریکا، در همین جایی که ما زندگی میکنیم، من چند نفر میشناسم که اینها مسیحیان خیلی معتقد، البته تو خیابون که ببینی
با بقیه فرقی ندارن، ولی من این سه چهار خانواده هستم میشناسم ایشون. اینها به قدری مشکل دارن با فرهنگ جامعه امریکا، چون امریکایی بسیار هستن، بچه‌هاشون رو مدرسه نمیفرستن، از کودکستان تا دبیرستان خودشون تو خونه درس میدن. البته تو امریکا این اجازه هم هست، این فقط اونجا امکان پذیره. اگه این خانواده بیاد بگه که نه همه مدرسه رو میبندیم، همه پدر مادرها باید تو خونه بچه‌هاشون درس بدن، یا برعکس تمام مدارس عمومی رو همین نوعی که این خانوما میخوان درس داده بشه که همه چیز از زاویه مسیحیت باشه، مثلا داروین نباشه، بعد هم تو اینا خوب میگن مثلا تاریخ خارج از امریکا اینا نباشه بدیم، اون میشه یه چیزی مثل فاشیسم. این تفاوت هست، به این خاطره که ما میگیم باید یه تفاوتی بین اینا باشه، چون یه جا هست که به سلیقه بستگی داره، ولی یه جایی هست که زندگی اجتماعی ما که بستگی داره. اینه که ما با یک تاریخ تجربیات رنج آور زنان ایرانی داریم که تحقیر شدن، زندگیشون سخت بوده و ظلمشون شده. به نظر اگر بخوایم انصافانه ببینیم قضیه رو، ولی این تاریخ 40 ساله تاریخی هست که این زنان در چارچوب همون چیزی که من میگم انقلاب آرام مقاومت کردن، خودشون و خانوادهشون و با دیگرانی که ارتباط داشتن نتون حفظ کردن، بلکه ارتقا هم دادن. من حتی ببینید این مسئله خیلی دقیقه، ولی از یه طرف هم خیلی انقدر پیچیده و جزئیه بعض وقت ممکنه از خاطر ما بره. من به یکی دوتا کتاب که اخیراً بیرون اومده راجع به ایران بعد از انقلاب اشاره کوتاه بکنم که بگم قضیه جدیه و من دارم اینو مقایسه میکنم با زندگی خودم در قبل از انقلاب. مثلا رفتن و دیدن سایکایتریست، روانشناس و پزشکای روانی، این خانم ارکیده، خانم بهروزاد، بله، چون یه محققی خیلی خانم جالبی، ایشون پزشکی تو ایران خونده، بعد سایکیاتریش تو آکسفورد خونده و بعدن در MIT مردم شناسی فرهنگی خونده. ایشون یه کتابی داره که بر اساس کارهایی که تو ایران کرده راجع به خانواده های طبقه متوسط ایران و رابطه شون با روانشناسی و پزشکای روانی. اصلا یه دنیاییه. یه کسی مثل من که جوانیم و ایران بودم، یا مثلا شما ببینید در عرصه سینما، حتی در عرصه ای که اینو یکی از همکاران امریکایی با من میگفت اصلا آدم گیج میشه این همه چیز راجع به این که در ایران زنها محدودن در همه چیز، ولی ایشون توی دانشگاه ما توی برنامه مطالعات سینما اینا کار میکنه و کار خودش هم امتدن فیلم های مستنده. میگو به نظر میاد یه سوم فیلم سازای مستندی که من میشناسم زنهای که ایران این کار رو شروع کردن، البته اکثرا متاسفانه الان خارجن. و من گفتم اتفاقا خیلی جالبه، بعضی از اینا مثلا رفتن پزشکی خوندن یا یه چیزای دیگه خوندن یا مثلا مهندس شدن، ولی این جایی که مستندسازی پول زیادی نمیخواد، یه دوربینی هم میخواد، میتونی بری هر جای این کارو بکنی و با دنیا هم در ارتباط قرار میگیری. ولی از نظر من این بحثی که داریم میکنیم، ما یه زیربنایی داریم که آماده است. حالا هر چی که این زیربنا آماده تر بشه، این کوه انفجاری حرارتش بیشتر. به همین خاطره که من فکر میکنم که دیدم امروز یه کسی میگفت این شعار زن زندگی آزادی، یه چیزی یه کسی گفت قشنگ بود بقیه برداشتن. حالا یا اینکه این تحلیل من به کله، یعنی مطمئنم که تحلیل من 100% درست نیست، اینو قبول دارم، ولی اگه 30% این تحلیل من درست باشه، این نمیتونه اتفاقی باشه. و اتفاقا اینا سه کلمه نیستن که جدا جدا، اگر ما بخوایم خوب تحلیل کنیم، اتفاقا اینکه زندگی در وسطه، این شیوهی زندگیه، این که میگه زن ولی عاملشه. ببینید شما
در بعضی از این ویدیوها که میدیدید یا داستانهایی که ما میشناسیم، خب همه ما ستایش میکنیم اینا چقدر نترسن، ولی ببینید ترس که یه لحظه‌ای به وجود نمیاد. که مادر خانوم من که چند سال پیش سرطان گرفتن فوت شدن، خدا بیامرزتشون، یه روز من با ایشون صحبت میکردم، اون وقت 30 سال از انقلاب گذشته، یه سری داستان ها گفت. من گفتم والا من خجالت میکشم، اصلا نمیتونم، من اصلا نمیدونستم. یه خانم معمولی یا میدیدیش همه خانم ها. گفت تو پس اشتباه نکنی، خانمهایی که میبینی ما ها یه تجربیاتی داریم. و میگو ببین مثلا من اوائل که نمیدونستم، گفت رفته بودم نمیدونم شناسته به بچه رو چیکار کنم یه چیزی، یا آقای اونجا نشسته بود روش اون بر میکرد با من صحبت میکرد. من گفتم آقا چرا اینجوری توهین آمیزه، بیرونم کردن. میگو من میبایست یه راهی پیدا میکردم که یه ادایی میرفتی که یارو وقتی تو میامدی رو تو اون بر میکرد، اولا به خودت بگی که این توهین نیست یا هست، یا با اون یه جوری چیز کنید یا نکنید، تا مثلا هر کار دیگه، بچه ها خونه موندن، کلافه هم هستن، چی کار باید بکنید. هر روزی هم یک مشکلاتی ببینید. اینه که پتانسیل بزرگی در اونجا وجود داره. من تعجب نمی کنم که یه تحولی انجام شه که تو این تحول واقعا زنهای ایرانی به گونه‌ای ما روبرو بشیم یا جهان باشیم روبرو بشه که باید بریم نگاه کنیم که آقا جان این سختی‌ها و محدودیت‌ها هم یک چیزایی می‌سازه که خیلی عجیب غریبه. نه اینکه من البته طرفدار این نیستم ما همه بریم فقر و مشکلات رو ببینیم، ولی اون چیزی که در امریکا میدن اعتماد میگن، اعتماد شنیدید که خب مهاجران امریکایی عمدتا خیلی موفق میشن، چون که میدونی شما با سختی کشیدی، هیچ نداشتی اومدی. من خودم هم حتی که نگاه میکنم، من البته موفقیت خاصی نداشتم، ولی خب من اوائل که اینجا بودم میرفتم بار در واقع من میبردم از یه جایی به این مغازه تقسیم میکردم. تو تابستون بود، بعضی این توی شهر واشنگتن که خیلی گرمه 4-5 طبقه هم آسانسور نداشت میشین میرفتم. در زندگی من اینجوری کاری نکردم، ولی جالبی اینه که در لحظه هم خیلی متوجه نمیشه، بعد از یه مدت فکر میکنی که یه چیزای دیگه تو زندگی هست که خیلی معنا داره. چون که شما به عنوان یک مثلا ما وقت دانشجوی مثلا دوره دکترا و اینا بودم و مثلا فکر میکردیم اینتלקچوال هستیم، این چیزاست که به زندگی معنی میده، که تو حدی هم درسته، ولی هیچی مثل تجربیات زندگی که شما رو چالش میکنه با آدم به زندگی آدم معنا نمیده. این خیلی مهم. Thank you.